نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که از میان نگرانی های موجود در افغانستان یکی هم از شلور شدن جنگ داخلی در آن کشور است اگر آنان از آنچه گفته اند تخطی کنند در عرصه بین المللی مطرود خواهند شد و یکی از نگرانی های ما در میان چندین نگرانی این است که چونین وضعیت به جنگ داخلی منجر خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنین حمله مهاجمان مسلح بر مهمانخانه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان را که طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفتن محکوم کرد پس از آغاز روند خروج قوای خارجی از افغانستان حملات طالبان شدت کسب کرده است و همکنون مراکز سه ولایت هرات قندهار و هلمن در محاصره طالبان قرار دارد در این حال وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که در صورت ضرورت به حمایت از نیروهای امنیتی افغان به حملات هوایی خود در افغانستان ادامه خواهد داد. ما صلاحیت و توان آن را داریم که هر جا و زمانی که ممکن باشد به نیروهای افغان در میدان نبرد با انجام حملات هوایی کمک کنیم. و ما از آن کرده ایم که به اجرای حمایت هوایی ادامه می دهیم. مذاکرات صلح بین الافغانی سال گذشته در دوها پایتخت قطر آغاز شد اما تا اکنون نتایج ملموسی نداشته است و دو طرف مذاکره کننده از رسیدن به تفاهم فاصله زیادی دارند. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان گفته است که طالبان از مذاکرات صلح و هر گونه تفاهم سیاسی برآمده از آن خواستار بزرگترین سهم در قدرت هستند آقای خلیلزاد روز سه شنبه در نشست امنیتی نهاد اسپن گفت که جنگ در افغانستان دیگر مشروعیت ندارد و به گفته ی وی این جنگ برای توازن و تحکیم قدرت میان طرفهای مختلف درگیر است